اگر بگویند که ارزوها عملی نمیگردند، باور نکنید. آنها در هر صورت عملی میشوند اگر برایشان تلاش نمایید. درود بیننده های عزیز. کارگردانی که امروز اطراف فیلمش حرف میزنیم به عملی گشتن ارزوها باور داشت و به گپهای پوچی اطرافیان اهمیت نمیداد. این بود که او در کوتاه‌ترین مدت توانست با دستاوردهای خیلی بزرگ نویل گردد. حسین عزیز این نفر از کارگردان جوان پرتلاش و سرغیرت عبدالحی زاکیروف و طوری که قسم زیادی شما آگاهند امروز ما اطراف فیلم نوی او با نام افتوبوس برای شما معلومات میدهیم. فکر میکنیم که پیش از تماشای فیلم افشای سر و اسرار آن باز هم شوق‌آورتر است و این یک امکانیت خوب است برای آشنایی پیدا کردن از رفتی نوار برداری و کاری تهیه‌گران. روحانی و روز، سیاه و دختر، سرباز و لولی زن، مردی در انتظار فرزند و پیرزن مشتاق نبره و هزار و یک حوادث عجیب و غرایب اسنای سفره. این همه در فیلم تازه سه سالی افتوبوس. با امر تقدیر انسان های گوناگون پیشه و گوناگون خصلت هم سفر می شوند و تا رسیدن به منزل مکان ایشان سرگذشت های مختلف را پشت سر می نمایند. خلاص با هم آمدن آنها امر تقدیر است یا تصادف. این همه را بعد از تماشای فیلم مذکور خلاصه می باید. حالا باشد توجه به محتوای برنامه. افشای سر و اسرار فیلمی که صحیفه تازه ای را در تاریخ کینوی تاجیک باز نمود. افتوبوس از تهیه‌گر فیلم های برچه خیالی و خوک پیوند. نوارهای جالب از مرکبترین صحنه های فیلم. چطور زرین خوشوقت و خود رو برای نقش لولیزن آماده میکرد. یک تش نگو کرد گفت که برو از اینجا جوگی و من خندم اومد. ضربه جنگای قندق یراق به شانه سهراب نور. هنرمند های گالیوود می بودن شاید با طرز دیگر، یعنی باز هم دیگر کارهای هست که شاید از اونها استفاده میکردن. توکل کاری عبدالحی زاکیروف در میدان ثبت و ترکشی که میتوانست عاقبت های ناخوش را به بار بیارد. افتوبوس بعد من خودم که داخل شدم با خیال میکنم که با آسمان پرید و در زمین زد. عشق ناگهانی نفره با مولانا نجمی دین و برخورد هنرپیشه با آن. رشکی پاک مردانه من در همون نفر دیدم. از ابتدای سفر تا انتهای مسیر ما شما را با رازهای نهفته و قصه های مراخنگیز فیلم افتوبوس آشنا میسازیم. پس تماشا باید و بس. سال 2018 پس از آنه که مؤسسه دولتی تاجیک فیلم از تابعیت کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بیرون شده با یک واحد مستقل ایجادی تبدیل یافت، برای مسئولین لایحه های لازم بودند که توانند در دایره رشد کینوی تاجیک برای سالهای 2018-2022 قدم استوار در مسیر سینمای ملی گذارند. از این رو هر یک کوشش می نمود فیلم نامه های شوق‌آور و بلند مضمون را پیشنهاد نماید. میانی اکثر های پیشنیاد شده سیناریه فیلمی هنری افتوبوس با خوشنودی پذیرفته شد. پس از چونین رنگ گرفتن کار عبدالحی زاکیروف از پای گیرد آوردن گروهی کاری گردید. وقتی من گروه افتوبوس را انتخاب کردم راستی گفت همه اونها را با مثل هنرمندان چنده چنده من گرفتم و من گفتم که در افتوبوس یعنی که زیاد آدم ها لازم نیستن، یعنی که خودش باید مبیل نباید باشد، گروه هم باید کم باشد، با کدام خاطر که حادثه فقط داخل افتوبوس و بیرون است چی لازم برای ما اونقدر گروهی کلان. و اگر اهمیت داده باشه گروه خیلی گروهی کم است، گروهی همه گروه جوان ها هستند، یعنی که باید ذوق بلند کار کرد. ایده ثبت چنین لایحه در ذهن مؤلف و کارگردان آن چند سال قبل از شروع نوار برداری چرخ میزد. یکی از عوامل های با درازا کشیدن کار پیدا نمودن خطی سوژه موافق بود، زیرا تمام واقعه ها از اول تا آخر در داخل افتوبوس صورت میگیرند و برای دل بزن شدن آن باید برخورد های زیادی وارد کرده میشد. از این رو در نوشت سناریو زیادتر از نوار برداری فیلم وقت صرف گردید. در اول فیلم
نه автобус, балки роҳро иваз макун ё худ роҳ номгузорӣ шуда буд, аммо баъдан сари автобус қарор гирифтанд. Фикр кардем, гуфтем ки аз ҳама хуб ин автобус аст, барои чи автобус набошад? Яъне ки автобус васиро дар бар мегирад, онҷо тамоман дар аввал бинанда фикр мекунад ки як худи филм мумкин дар бораи як автобус бошад. Лекин дар он автобус яъне ки як ҷомеаро дар бар мегирад. Яъне ки як ҷомеа ҳаст, дар он мардум зиндагӣ мекунанд. Яъне ки баъдан фикр васе шуд бо ҳамин мондани номи автобус, баъд ба хулоса омадем ки ҳамин автобус бигзор ки автобус бошад. Нисо Муҳаммадҷонова дар образи пиразани бузичадор, Абдумумин Шарипов рӯҳонӣ, нафаре ки тамоми воқеаҳои автобусро ба назари нек мебинад, Мавлона Нажмиддинова дар нақши Наташа, бонуи рӯссабоне ки мехоҳад барои аёдати наздиконаш ба Русия равад, Зарина Хушвақтова лулизан бо писараш, ягона нафаре ки то охири қисса аз касби аҷдодиаш рӯй намегардонад, Умеди Султонмурод ҷавони мӯйлабдоре ки бесаброна тавлиди фарзандашро интизор аст, Сурайё Саноатова ҳунарпеша аз вилояти Суғд ва ҳамзамон бонуи ҳомиладор ки аснои сафар таваллуд мекунад, Нуриддин Насриддинов ронандаи дилкушод бо қонунҳои аҷибаш, барои ӯ муҳим ҳамаро ба автобуси худ ба макони лозима бурдан аст, фарқ надорад одам аст ё ҷонвар, Суҳроби Нур сарбозе ки ақди никоҳаш ба рӯзи аз хизмати ҳарбӣ баромадан рост омадааст, Мунира Зоҳирова ҳамшираи тасодуфан ба автобус савор шуда, аммо дар охир мо мефаҳмем ки аслан омадани ӯ тасодуфӣ набудааст, Ҷамшид Олимов сайёҳ аз Амрико, нафаре ки воқеаҳои дохили автобус ба назараш шӯхӣ менамояд, аммо дар асл ҳамааш ҷиддӣ буд, Абдураҳим Набиев ин навбат бениқоби бобои мерган ва ҳунарманди таваккалкор қариб буд худро аз тирезаи автобус ба замин партояд, Манзаралӣ Шералиев иҷрокунандаи нақши пулчин, прототипи қисми бештари кондукторҳои мо. Аксари ҳунармандони зикр шуда на тариқи кастинг, балки ҳангоми навишти филмнома интихоб шуда буданд. Нисо Муҳаммадҷонова аз умраи онҳоест ки муаллиф ва коргардони филм масъулро дар ин нақш муносиб медонист. Тавре гуфтем, қаҳрамони ҳунарпеша барои гузарондани туи набераш бузичаеро парвариш намудаву ба деҳаи Чаноро рафтанист, аммо ба мақсад намерасад. Кампир ягона ҳамин мақсадаш ки як бало карда аммо хонаи духтараш рафта расад. Вале ин хаёлаш пуч мешавад ва тамоми роҳ ба воқеаҳое, ки дар филм ҳаст, бархурд мешавад. Он якумин бархурди ин хонум аз чи аст, ки ҳам содда аст, ҳам мисли ки хеле дер-дер дигар тараф сафар мекунад. Барои ҳамин аз соддагиаш аст, аз сахтии масалан ҳамон ронандаи мо, аз он пулчини мо, ки ҳар чизе ки мехоҳад даруни ҳамон як автобус ҷо мекунад. Аммо ҳунарпеша дар аввал барои иҷрои ин нақш чандон розӣ набуд, зеро пас аз филмҳои роҳ ва хуштоманҳо дар ҷустуҷӯи образе буд, ки аз офаридаҳои зикр гардида беҳтару хубтар бошад. Аз ин рӯ барои ёвари коргардон розӣ намудани ӯ чандон осон наафтод. Баъд Манзар гуфт, ки матн зиёд нест, лекин ҳаракат бисёр аст, зиндагӣ зиёд аст дар он ҷо. Матн агар камтарам ки бошад, валекин аз аввали филм то охири филм тамоми иштирокчиҳои ҳамин филмнома дар дохили автобус мо ҳастем. Мақсад дар он набуд, ки масалан ман матнаш кам аст ё ин ки аз чизе ман, на, мақсади ман ин набуд. Мақсади ман он буд, ки донам ки киҳо бо ҳаст дар он филмнома, кадом ҳунарпешаҳо. Баъд вақте ки фаҳмидам киҳо ҳастанд, ман гуфтам майлаш,
من روزیم. ناتاشا یو مولونا. ناتاشا در این داستان زن است که در اول نه با همه اونس میگیرد، اما رفتی واقعه ها او را چنان سفته و هموار میکند که هر یک مسافر اوتوبوس برایش عزیز میشود. باید گفت که نقش مذکور مخصوص برای مولانا نجم‌الدین و نوشته شده است، اما هنگام پیشنهاد کارگردان شرط های خود را گذاشت. اصلا گفتن اپای مولانا نه که همین قدر اونجا باید که زیادی کارتون ایمپرویزاسیا باشد. یعنی از همون چارچوبای فیلم، از همون چارچوبای سناریو نباید برویم، اما باز درون همون چارچوبای ایمپرویزاسیا هست که این از خود شما همچون هنرپیشه، این از شما وابستگی دارد. و در همین نقش ماس من شما رو میبینم اپای مولانا، و حتی به من با بازار رفتن انتخابی اون متایی که باید به من کرته می دوختن انتخاب خودشان کردن، البته که همراهی رسام لباس. و برای چشمم لینز هم گرفتن، یعنی لینزی رنگش کبوتی خیلی بلند. مقصد کارگردان از این همه ساختن مولانا نو بود. او میخواست هنرپیشه را تماما به دیگر نو پیشنهاد نماید. مولانا نجم‌الدین و باشد این همه را به خوشنودی پذیرفت، زیرا از ابتدا کیم چخیل عمومیت را میانی خود و ناتاشا احساس میکرد. همون خاراکتری که حقش طلب میکند، یعنی دعوا میکند، این خصلتی خود مولانا هم هست، یعنی خصلتی من هم هست، خاراکتری من دم همین خیلی چیزو هست. اسنوی تهیه برنامه برای من معلوم شد که یکی از نامزدهای دیگر برای اجرای نقش ناتاشا هنرپیشه تئاتر مایاکوفسکی و همزمان کارگردان تئاتر دولتی لختک یولیا ماسکالیویچ بودند. وقتی ما پروبا گرفتیم، خیلی شما چخیل که میدونید یولیا خیلی قدی بلند و بزبلا و بای هستن. بعدن یعنی که این نفری که ناتاشا باید این نقش رو بازی میکرد، پدرش یعنی تاجیک است و مادرش روس، یعنی که این از تاجیکستان برای خبرگیری خیشتابور به روسیه باید رود. و اینجا زیادتر برای من از همون لحظه اول خودی مولانا، یعنی که ناتاشا رو باید بازی میکرد. همین فقط در اینجا ما اگر اهمیت داده باشد، فقط رنگ چشمای مولانا رو، یعنی که ناتاشا رو ایواز کردیم تمام، دیگر که همش از وای خودش بود. و خود شما میدونید که مولانا هم خیلی یعنی که زنی زیبا و سفید پوست هستن، با این خاطر با این ابراز و خاراکتر ما خیلی یعنی که نزدیک بودن، جوابگو بودن. اصلا اون هنری که یولیا دارد، اون کاری که مثلا یولیا میکند، یولیا ماسکالیویچ، شاید کاری که او میکرد من نمیتوانستم، و شاید کاری که من کردم یا من میکنم یولیا نمیتواند. اگر میشد یولیا به طرز خودش نقش آفری میکرد، یعنی به همان هنری داشته خودش، اکنون نصیبی که من بود، من هرچی که از دستم اومد، یعنی کم از زیاد از هنر من نشان دادم. زرینه خوشوخت و باری سیوم است که در فیلم های عبدالحی زاکیروف نقش می آفرد، اما در این فیلم مسئولین مدتی دور و دراز معین کردن نتوانستند که به هنر پیشه کدام نقش را پیشنهاد نمایند. از این رو انتخاب را به دوش او واگذاشته روزی به کیناستودیا دعوتش کردند. من در آمدم روی تخته نوار دیدم نقش هایی که زیر بعضی هاشون عکس گذاشتن که کیم بازی میکند، ولی دیدم لولیزان نوشته بود و زیرش عکس نبود. من گفتم کش که عبدالخیر همین نقش رو به من دهد. عبدالخیر خودش از یک طرف دیگر فکر کرد که شاید من رنجم از اونی که وای به من اجرای نقش لولی رو داد. و اولین گپش همین بود که اپای زرینا، در این نقش همراه شما پسرتون پسری من بازی میکند و شما به منند، یعنی گفت که شما تنها لولی نیستید در این فیلم. ولی من خودم دوست دارم نقشای قهرمان هایی که به من مانند نباشند، و وقتی که پیشنهاد کرد من خیلی شاد شدم. پس از انتخاب شدنش در این نقش، زرینه خوشوخت و خود رو برای اجرای آن آماده میکرد. هنرپیشه کوشش مینمود از دل خواه لولیزم برای خود چیزی آموزد. نتیجه همین تلاش ها بود که او در کوتاه‌ترین مدت توانست برای قهرمانی خود خاراکتر پیدا نماید. اما همانو بعضی دوستان شبهه داشتند که هنرپیشه از اجرای آن میبراید یا نه، از این رو خواستند او را امتحان نمایند.
هم سر و سیمنش هم نمو طاقت کردی حالی هم بلام. در نزد شرق آزاد автобус رو نگاه داشتیم و همه منتظری اون بودیم که کی نوار برداری سر میشد و بچه ها دیدن که دوتا کارمند پلیس در نزد автобус وایستادن و بچه ها شوخی کرده اپای زرینه اگر روید و میلیسانی رو باور کنن که شما در واقع لولیت یعنی نقشتان خوب میبراید من گفتم باشد و رفتم و امون بولیبوس و با پردازی نقشم اومدم و این دستم این طور کردم و رفتم گفتم که از برای خدا برای فرزندکم رحم کنید به من یک صدقه و دست سرم هم پست است یک تش نگو کرد گفت که برو از اینجا جوگی و خندیدم که گفت که اپا شما هنر پیشه اید من گفتم ها باور کردی گفت که 100% باور کردم و وقتی که برگشتم بچه در درون автобус اینقدر می خندیدن گفتم اپای زرینه تمام Умеди Султон Мурод низ аз умраи ҳунармандон аст ки бе кастинг даъват шуд образи марди мӯйлабдор аз рӯзи аввал барояш пешниҳод гардид. Қаҳрамони ӯ нафарест ки ҳамроҳи ҳамсари ҳомилааш вориди ин моҷаро мегардад ва дар афти филм писарчадор мешавад. Мӯйлаби ҳунарманд сунъӣ нест. Коргардони филм гузоштани онро чанд моҳ пеш аз оғози наворбардорӣ фармуда буд. Ҳамин мӯйлабмонӣ барои ман аллакай аҷоиб буд ки ман дар ҳаёти умрам баъзан вақт агар барои ягон нақш дар кор нашавад риш монам дигар ман мӯйлаб риш намемонам леки барои ман аҷоиб буд ки ман дар зиндагӣ бояд давоми намедонам агар филм ду моҳ се моҳ сабт мерафт ман бояд ду се моҳ ба мӯйлаб мегаштам ва ин барои ман аҷоиб буд бисёриҳо мегуфтанд ки дигар хел шуди маро ба актёрои кин кадом давлатҳо монанд мекард ба кин кадом нафарҳо монанд мекарданд نقش سرباز در این فیلم نصیب هنرمند جوان سهراب نور گردید. او هم از شمولی هنرمندان است که به آزمون با این لایحه جلب شد. موافق خط سوژه ادا نمودن خدمت حربی قهرمانی او به روز انتخاب عروس شونده‌اش راست آمد. پدر و مادر در انتظار پسر و پسر در ماجرای اثر. اما در رفت واقعه ها او به دیگر نفر دل می‌بندد. سهراب دعوت فیلم آفران را به خوشنودی پذیرفت و هنگام صحبت سبب انتخاب شدنش را چنین شرح داد. ما با کارگردان عبدالحی زاکیروف دوستی داریم طولی چندین سال ما رو میشناسد میداند که من خدمت حربی رو ادا کردم یعنی شاید به همین خاطر باشد که من خدمت کردم یعنی اون احساس از خود از در خون من گذشته است و اون احساسات رو من با کارگردان میتوانم به زودی دهم شاید به همین خاطر باشد منظرعلی شیرعلیف در برابر اجرای نقش پولچین یا به اصطلاح کندوکتور همزمان وظیفه یاور کارگردان فیلم را به عهده داشت اما حالا ما از نقش آفریده اش حرف میزنیم طبق قاعده اجرا کننده این نقش باید نسبت به مسافران دغل گفتار و بد معامله باشد از این رو قیافه منظر برای این نقش موافق تر آمد میگوید کارگردان فیلم اما ما زیادتر سر آن توقف کردیم که چرا پولچین در فیلم مذکور بد معامله و دغل گفتار نشان داده شده است حالا در این فیلم من یعنی که اون کندکتر را اونقدر زیاد هم دغل نشان ندادم هرچند که اینقدر مثال کندکترهای ما اصلا که ببینید در خارج کندکترها هم مخصوص یعنی که مکتب ها رو میگذارن بله کورس ها میگذارن لباس های مخصوص دارن و امروز افسوس کندکترهای ما که مثال هر کی خواست از کجای خواست هر کی رو مثال میگیرد و کندکتر میکرد و نمیدوند که او با مردم سر کار دارد با جامعه سر کار دارد در جامعه کی هستند در جامعه یعنی که جامعه گوناگون است به این خاطر یعنی که این رو به نظر نمیگیرند و اون کندکترهایی که مثال انتخاب میشوند هر چی خواهند او به خاطر فقط مقصد اونا چیه پول جمع کردن پول به دست آوردن نه اینکه مثال یک معامله خوبه نه اینکه خیلی نگفتم که این اصلا که فیلم است این یعنی که ابراز است در فرق از دیگر هنرمندان جمشید علیموف برای بازیدن نقش سیاه با رقیبان خارجی مبارزه می برد. عبدالحی زاکیروف می خواست در این نقش هنرمند معروف اوکراین ویچسلاو دودکو را دعوت نماید. اما این نقش عملی نشد و بعدا به سفارتخانه آمریکا
مراجعه نمود. اینجا تهیه‌گر نفر میخواستش رو پیدا کرد، لیکن با علت به تاخیر رفتیدن نوار برداری او به وطنش برگشت و لایحه قریب که زیر سوال رفت. بعدا آنها رو آوردن به روزنامه‌نگار جمشید علیموف. من گفتم که فقط جمشید میتوند از عهده این برایت، به خاطر که هم زبانش هم خوب است، هم هنرش هم خوب است، و وقتی که دعوت کردیم او را خیلی خرسند شدند و با یک مهارت خیلی بلند و با یک ذوق چی میگن غیر انتظار، یعنی که نقش را بازی کرد. در فرق از قسم زیادی هنرمندان فیلم، اجرا کننده نقش همشیره شوکت منیر زویر و بار اول است که در سینما نقش میافرد. هنرپیشه جوان فعلا سرکارگردانی تئاتر دولتی لوختک را به عهده دارد و تصور نمیکرد که روز دوستانش او را روی لنتای کینو خواهند دید. در اول منیر بانو چندان روزی نشد، انیقترش امید نداشت که از عهدهاش میبراید، اما تقدیر توفای نگهانی خود را دارد، زیرا میانی دو هنرپیشه سوی تجربه دیگری که هر لحظه میتوانستند این نقش را صاحب شوند، مسئولین ماز او را انتخاب کردند. اصلا در این نقش هم سه نفر بودند، یکم بود زرینا بدالوا، دویم بودند ماریانا برکبایوا و سیم بودند این منیرا، و از بین اونها که من گفتم که همه وقت من هنرمندان را که میدونستم اونجا رسم های اونها بودند، بعد زیادتر با ان همین ابراز و با همین نقش، یعنی که منیره زیادتر جوابگو بودم و به همین خاطر من منیره رو انتخاب کردم. Я отправила фотографии свои. Меня вызвали в киностудию. Там меня ещё сфотографировали. И в первую очередь АК Абдуллай меня спросил, могу ли я на таджикском разговаривать. Я говорю: "Да". Он говорит: "Ну попробуйте". Я говорю: "Сейчас". Говорит, у вас акцент? Я говорю, я приехала только с России, я закончила российский вуз. Ну, как бы мы уже... Я говорю, я умею разговаривать на таджикском. Он меня проверил, хорошо, принял. Потом у нас были такие моменты, где на работе стыковки были. Я попросила Ака Абдуллая, я говорю: "Ака Абдуллая, у меня, может быть, не получится, потому что я впервые в кино и не хочу подводить". Говорит: "Нет, получится, сможем, сделаем". Мунира дар зиндаги воқеи на онест ки дар навор менамояд. Барои духтари шуху беқарор бозидани нақши ҳамшираи ором табиат ва ҳамоно дар ҳузури ҳунармандони ҳирфаӣ чандон осон наафтод. Гарчанде таҷрибаи дар майдони сабт омӯхтааш нигоҳи ӯро ба кулли дигар кард, вале ӯ мегӯяд беҳтар аст ягон образи ба характери худ мувофиқро коргардонҳо минбаъд пешниҳод намоянд. Когда я училась, мне все время давали вот таких персонаж. Прям очень миленький. А я все время хотела играть, ну, как бы такую грозную, потому что я сама по себе такая, ну, как боевая девушка, ну, как пацанка хожу. А во втором фильме, если будет второй фильм у Акая Абдуллая, он уже, может быть, меня позвал или не позвал, я ему говорила, чтобы мне давали такую, чтобы попробовать в другом образе. Барои интихоби нақши ронандаи автобус номзадҳо зиёд буданд. Коргардон мехост дар ин нақш Аловиддин Абдуллоев, Муқимҷон Абдуфатоев ва Нуриддин Насриддиновро санҷад. Аммо билохира нақш насиби ҳаҷивнигор Нуриддин Насриддинов гардид. Вақти хусиятро навёфти, беҳтараш маслиҳати ман чӣ кор кунам? Хеле фикр кардам дар бораи, яъне ки ҳамин се ҳунарманде ки ҳар се онҳо, яъне ки олӣ ҳастанд, хуб ҳастанд. و من آمدم سری مقصد، یعنی که انتخاب خودی من بود آقای نصرالدین، به کدام خاطر که کاندکتری ما خیلی جوان است و این باید راننده ما سینی سالش، یعنی که یک کمی کلانتر باید باشد، از یعنی که اینجا مقایسه باید باشد، به همین خاطر انتخاب کردم آقای نصرالدین. برای باز هم دیدنی برآمدن فیلم و پایدار نگاه داشتنی رابطه دوستی میان دیگر سینمافران کشور، تهیه‌گران کوشش نمودند از منطقه های گوناگون هنرمندان را به این لایحه جلب نمایند، از جمله از تئاتر دنگره ولایت ختلان، تئاتر کمال خوجندی، تئاتر موسیقی مسکوی به نام عطا محمدجان و شهری باختر و همچنین دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده. هنرمندان را ما وقتی که از تئاترها جمع کردیم یک انسامبلی خیلی خوب شد و خودی من اهمیت می دادم در وقتی فیلم برداری
اینقدر یعنی که این هنرمند از اون خودش رو میخواست خوبتر نشان دهد، مهارتش رو اینش میخواست از اون هم خوبتر نشان دهد و مثل یک رقابت خیلی سالمی اجادی بود که هنرمندا توانستن در انامین افتابوس انام هنر اصلی خود، هنری که یعنی که ممکن چندین یعنی که سالها در قلب اونها نهفته بود و انامون ابرازی که باید می آفریدن نا آفریده بودن و در انامین افتابوس یعنی که سر دادن، بازیدن. در برابر هنرمندان افتابوس نیز یک جزئی فیلم است و برای انتخاب آن هم کوشش های زیاد انجام داده شد. از آن که همه واقعه های فیلم در مکان های طبیعی ثبت می شوند و افتابوس پیوسته در حرکت است و باروهای هموار و ناهموار مسافران را به این و آن گوشه دیار می برد، برای تیاگران افتابوس لازم بود که از جهت تکنیکی مشکلی نداشته باشد. از این رو جستجوی آنها زیاد طول کشید. سراول انتخاب ما سری چند افتابوسی بود که اونم متاسفانه گوییم که از لحاظ تکنیکی چندان به طلب جواب نبودند. و ما انتخاب کردیم سری ما افتابوسی که در همین خط سیرهای داخل شهر دوشنبه میگشتند و مراجعه کردیم به مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. اونا را ما را همچون یک نهاد اجرایی دستگیری کردند و سپارش دادند و کارخانه وای دولتی افتابوس دوی شهری دوشنبه، یعنی منظورم افتابوس دو، و اون نورم به شک سخن در زمین نموندن. اول گوییم که ما را همچون یک نهاد ایجادی پذیرفتن و استقبال کردن که امروز گوییم که سینمای وطنی ما هم علاقه شروع کرده است به هم خیلی یک فیلم های گوییم که مشتب نه و افتابوس دادن آوردیم و رسوم تهیه‌گری ما اون طبق از تقاضای سناریو تهیه کرد و شروع شد به نهارگیری. فیلم هنری افتابوس در ژانر مسکه ماجرایی روی نوار آمده، در برابر خطی سوژه خیلی شوق‌آور و صحنه‌های مرکب و خطرناک، همچنین تبلیغگر طبیعت دلفریب تاجیکستانی عزیز است. نوار برداری این فیلم با زمان راست آمد که وطن در آغوش گلی لاله بود. با استفاده از این فرصت مناسب تیاگران توانستند فصل زیبای سالیان بهاری نازنین را در لنته کینو ثبت نمایند. رفت واقعه های جالب و طبیعت دلفریب تاجیکستان هر دو یک جا آمده، یک فیلم خوب و دیدنی را پیشنهاد ما نمودند. ولی تا به این مقصد رسیدند تیاگران روزهای خیلی وزنین را پشت سر نمودند. از زحمت فیلمافران در میدان نواربرداری و دیگر حالت های مرکب پشت دستگاه نواربرداری در ادامه برنامه می توانید که معلومات بگیرید. اگر این گونه فیلم ها در هالیوود و بالیوود در احاطه خرمکه ثبت شوند، اما در فیلم تاجیک خاصه در افتابوس همه طبیعی است. با این اصول هم صد و صفت فیلم خوب برآمده است و هم ده ها سیاح می تواند با دیدن آن میل به تاجیکستان آمدن را کنند. اما برای به این مقصد رسیدن تیاگران سر مکان های ثبت زیاد فکر کردند. در نتیجه انتخاب شد ولایت سوخت، از جمله منطقه های موافق شهر اسفره، ناحیه اشت و خود شهر خوجند، موضع لولازار، ناحیه غرای ولایت ختلون و دیگر شهر و نواحی کشور. وقتی که ما به انتخاب موضع ها می رفتیم، این اول بهار بود و من تستر کوشش میکردم که پیش از اون که همین لاله ها می شکوفن و سبز ها و گل ها همه یعنی که رنگ و رنگ می شوند، یعنی که ما تستر باید ان همین لحظه ها رو از دست ندهیم. در حقیقت خداوند تاجیکستان ما رو اینقدر زیبا آفریده است که گویا برای فیلم آفری باشد. هر یک منطقه تاجیکستان اینش از اینش زیباتر است، اینش از اینش رنگین تر است. یعنی که می توانی اگر برای شما زمستان لازم باشد بدخشان روی زمستان را گیری، می خواهی بهار در زمستان گیری، می توانی طرف ختلان بروی از اونجا بگیری. یعنی این قدر زیبا هست تاجیکستان، این قدر رنگ و رنگی و زیبایی تاجیکستان را من در همین فیلم افتابوس دیدم، خودم راحت کردم.
پس از انتخاب شدن مکانهای صد داخل ماه مارت سال 2019 نوار برداری فیلم با شوق و شور آغاز گردید. تمام گروه با دست و دل و نیت پاک سر کار شدند و کسی خود را از دیگر بالا نمی پنداشت و در فکر ثبت فیلم بودند که پس از تماشایش توانند افتخار نمایند. همگی می دانستند که کار بالای این لایحه چندان آسان نخواهد بود و صحنه‌هایی هستند که نه فقط برای هنرمندان بلکه برای گروه تشکیلی نیز ثبت آنها نهایت مشکل می افتد. اما از این همه مرکبی آنها برعکس لذت می بردند و زیر گفته صنعت قربانی را می طلبد از پای کار شدند. نوار برداری فیلم نخست از لاله‌زار دنغره شروع گردیده برای ثبت بعضی صحنه های دیگر از جمله صحنه زنهای در انتظار автобус و راهی کردن بالون گاز هنرمندان تئاتر دنغره جلب شدند. در مجموع نوار برداری فیلم در ناحیه دنغره دوام 3 روز ادامه یافت. گروه ایجادی و تکنیکی جانبی ولایت سوخت سفر کردند. اما در ولایت سوخت کار نه طور جریان گرفت که تهیه‌گران می‌خواستند. در سایل بحری تاجیک автобус و دیگر ماشین های یاری رسانی که کیناستودیای دولتی تاجیک فیلم بنابر نرمی زمین درونی آن درماندند. گروه اصلاً برای ثبت یکی از صحنه‌های فیلم به اینجا آمد، اما فکر نمی‌کردند که کار چنین رنگ خواهد گرفت. لازم آمد با استفاده از تراکتورها مشکلی خود را حل نمایند. نوابسته به همه این مشقت‌ها، فیلم آفرا نتوانستند صحنه ضروری را در این مکان ثبت کنند. بعدن ما به خلاصه آمدیم که هرچند که زیاد من می‌خواستم که همون автобус لب‌لب ساحل می‌آید و ما، یعنی که نوار ما از داخل بحر و هم بحر در کادر است هم автобус، یعنی که باید برابر می‌گرفتیم ما. و افسوس اون صحنه که من می‌خواستم، یعنی که بعد وای دل من جوابگو بود گرفتن نتونستیم. خب اونجا بعد همون صحنه را در یعنی که قفو از بحر است و автобус می‌گذرد، هرچند که اون باید لب‌لب بحر می‌رفت. پس از مشقت‌های زیاد در سایل بحری تاجیک فیلم آفران به شهر اسفرا سفر کردند. در شرک شروع به این منطقه автобус می‌باید از دهه مرموزه که در آن آدمان عجیب زندگی می‌کنند گذر کند. برای این در و دیوارهای خانه‌های این مکان را رنگ و تعمیر نموده صحنه ضروری را نوار برداری کردند. منم سلف خدمت دارم، عمر ایتیزور است، مادر پیر دارم. نمیدونم دکتر دوما حالت با گروش ما دارم. ما چی کار کردم؟ با گروهی خیلی دارم. ولی ولی بیه ولی بیه کوش کو نیم باتی ای به موجی اتره دیگه که برو ماتو کرا فطر او بورسیا کن. نه نمیدونم دکتر چه مادر. صحنه دیگری که برای ثبت آن وقت و نیروی زیاد صرف گردید گذشتن автобус از منطقه سنجشی هربیان یا خود ترکشی آن می باشد که برای هنرمندان نیز مشکلی پیش آورد. نوابسته به آن که همه از چنین جریان گرفتن کار بخبر بودند، اما کسی تا این درجه خطرناک صورت گرفتن آن را فکر نمی کرد. راستی دهشت بود، چون در باری اول من اینگونه ترکیش خودم دیدم و چیزی بود که حتی نفهمیدم که چی بود و حیران مونده بیا دیگر نگاه میکردیم چی بودی چی شد. در واقع ما ترسیدیم و برو اومدیم، همون ترس هنوز در روی همون بود. فکر کردیم که شاید انفجار نادرست موندن و автобус ترکید. یک صحنه خیلی عجیب بود و خطرناک هم بود. شاید هنرمندهای گالیوود می بودند، شاید داخل автобус نمی موندند، شاید نمی ایستادند با طرز دیگر، یعنی باز هم دیگر کارهایی هست که شاید از اونها استفاده می کردند. چند بار ماشین رفت آمد رفت آمد، ولی ترکیش نبود. اونجا نظامی ها و یا درست کردند انیق، مثلا چندی مرتبه راهی رفتن автобус مثلا تا انیق کردنی که کجا باید
در کدام مورد باید ترکیش شود، همونه ما بی پروا بودیم. خیلی ترکیش شد البته. وای ما خواهیم نخواهیم همه پرید خیس از جویش این چی گپ شد گفته. چند بار مشق کردیم در وقتی هم ترکیش. بعد این دفعه من نفهمیدم که وایو باید سب میکردم. ما خیال کردیم که همون مشق است. خیرت میدونید یک چی شده در همون فیلم من دیدم که یک نفر کارمند یمو امون کارمند یمو وایدی مخصوص همون کارمند امون اومد و یک ترزه افتوبوس کشود و رفت. یعنی او برای درکوب دست برای این وقتی که ترکش میشد یعنی که یک چی میگویم با بایسلو دولنی باید در درون افتوبوس همون باید به همون خاطر که نباشد همون ترزه افتوبوس کشود کشودمون بر اومد. وقتی که از اونجا گفتن که بیاید یک بار دیگر گفتن کدام نفری همون را محکم کرده است خیال کرده است که خیلی کدام از یادش برآورده است که اون کشوده همون را محکم کرده. من همون را دیدم اما در کجای دیده بودم که در همین باید درون یک کجای ترزه کشوده باشد که باید همون هوایی که با درون میداره بو از کجای باید برآید. اگر ترزه ما پوشیده باشد همه مشکند میریزد. همون اما دیدم خیریت که همون بو یک نفره نه چنگ میشه و چی در کره چنگ میشه وای همون خیر موندن همون مسئولیت کردم خیر موندن که وای باید همون خیر باشه. خیلی خلاص همون ترزه کشدن هرچی همین اومدیم در جایی که باید همون ترکیش شود همون نخست همون ترکیشید ما همون خیال کردیم که حضیر بو یک بوری دیگر مش میگه. پیش از نوار برداری این صحنه برای بخطری هنرمندان را تامین نمودن کارگردان همراه مقامات دخلدار زیاد مشورت کردند. از روی نقشه همش جا به جا بود اما یک اشتباه نوردی نصرالدینوف کار را تماما دیگر کرد. وقتی که موادهای ترکیشی را خوابانده بودند در راه و اکای نصرالدین را گفتن که انهمی جا با مخصوص نشانه ها موندن گفتن که شما تا یک 5 متر یا 3 متر نزدیک یعنی که دیگر نزدیک نشوید که خطر دارد و اکای نصرالدین اینقدر با یک چی میگن سرعتی بلند آمدن از همون جای گفته خیلی یک متر زیادتر پیش آمدن در همین حالت یعنی که اونا هم فهمیدن اون متخصصان که وای اومد تستر زیر کردن که همین چنان هم خیلی ترکی شد هم هنرمندا هم به خبر هم مثال ما خودمون میدونستیم هنرمندا هم مثال چنان داد و فیغان شد چنان اینقدر همین افتابوز بعد من خودم که داخل شدم با خیال میکنم خیلی با آسمان پرید و در زمین زد یعنی که قدر با سرعت بلند ترکی شد که و اون چند نفر که یک قریب 20 متر دورتر بودن همون سنگ ها پریدن و همون طرف اونها وای شدن. در فرق از دیگر هنرمندان که علاقه در سینما تجربه درکاری دارند منیر زایر و در ثبت این صحنه با مشکلی روبرو شد. از دودی سنی و ترکش افتوبوس حالتی هنرپیشه جوان یک و یک بار بد گردید. Я очень сильно испугалась. Потом у нас был этот второй раз дубль, чтобы взять. Там искусственный дым был. Я это надышалась. Мне так было плохо. Меня отравилось. И тут там эти ОМОНцы там говорят. Она же сама, говорит, медсестра. Почему она заболела? Как она будет других лечить? А Кай умеет, говорит, да она, говорит, актриса, это ее роль. Говорит, она сейчас умрет, давайте что-нибудь сделаем. این صحنه برای سهراب نور نیز مشکلی پیش آورد. پس از ترکیش کارمندان مقامات نظامی را میبایست همچون گمانبر هنرمندان را یک یک به بیرون برارند. در همین هنگام یکی از آنها تصادفاً با قنداق یراق به شانه سهراب زد. سهراب همیخو گشت نگو کرد. اون بچوره سرباز نوار برداری رفته ایستاده است نمیتوند بخشش پرسد. و وقتی که فرو آمدیم گفت که اکا جان معذرت میخوام بخشش زیاد گفت من که هنرمند نیستم گفت نه کماندیر همش فهماندگی گفت یکی شد اکا جان میبخشی و همین قدر عذر خواهی کرد. طبق سیوژت همان فیلم بسیار واقعی اتفاق میافتیدن که اونجا گویم که جایی بود که افتوبوس غرق می شود، جایی هست که مثلا ترکیش به عمل می بیاد
و برای این چیز مثلا به هماهنگی با دیگر نهادهایی که به اوستا به همین چیزو مربوطن از اودش به تنی تنها برآمده نمیشد و در مثلا در همون صحنه های ترکیش به اوستا سهمی گویم که وزارت کارهای داخلی بودن و بریگاد هایی که در اونجا بودن بسا به اوستا با همین ترکیش و چیزو علاقه میدن اونا هم سهمی خودشونه گذاشتن و ما با موافقت از عهده ثبت همین گونه صحنه ها برآمدیم. نوار برداری این صحنه در نزدیکی دهه قلپیستای ناحیه رودکی جریان گرفته، فیلم فرام برای ثبت صحنه خطرناک دیگری فیلم یعنی پریدن چرخ اوتوبوس به محله قلعه سفیدکی شهری وحدت آمدند. طبق خط سوژه فیلم یکی از چرخهای اوتوبوس به هنگام بلند شدن سرعت حرکت از جای خود کنده شده راننده سمت حرکت را گم میکند و بالاخره به صدمه دچار میشود. چون این جریان گرفتن کار برای هنرمنده که باری اول پشت چنبرک اوتوبوس مینشیند آسان نافتاد. هرچند فیلم فرانی خارج هنگام ثبت چنین صحنه ها کاسکادیران را به کار میبرند، اما در این آفریده همش به دوش نوردین نصرالدینف بود. خلاص به قول هنرمند میدونست و دوی اسبش، اما پیش از ثبت گاه گاه تمرین میکرد. خوشبختانه اکای نصرالدین خیلی خوب از خود کرد، یعنی که راندن اوتوبوس را و یکی از صحنه های خیلی خطرناک هم بود که وقتی که پلیس اوتوبوس را یعنی که از پشتون میبیاد که یعنی من کنید چرخ شما پریده است و شما قایده های حرکتی رو یعنی که ریایه نمی کنید ویران کردید و اون اکای نصرالدین یعنی که هم از روی یک صد و نمیدونم چند هم حرکت دارد، هم سخنش هم میگوید، هم بیشتر یک حالت هایی بود که یعنی ما از اوتوبوس گروهی که نوار برداری میکردیم در ماشینی مخصوص از پیش اونو بودیم، اوتوبوس پیش بود و خدای نکند گفتیم که اگر یگون چی شود با ماشین ما اوتوبوس میتونست که ما رو پس کرده گذارد، برای که با سرعت خیلی بلند می اومد و اکای نصرالدین هم اینقدر در ابراز داده شدن که بعضی جاش میشه که دستاش رو از چنبرک میگرفت و با پلیس هم که گمی زد. ما از ابراز و از وی اون ما میترسیدیم که خدای نکند اوتوبوس از راه بیرون شود یا که بالای ما بیاد. ترکیش و چرخپری و دیگر قسمت های مرکب فیلم که در ادامه برنامه اطرافشان حرف خواهیم زد پیش انا این صحنه هیج هستند. خصوصا صحنه مذکور برای مردان زیادتر مشکلی پیش آورد. طبق فیلم نامه هنگامی باریدن باران اوتوبوس در نیمه شبی درون لای درمانده مردها کوششی از این حالت بیرون برآوردن آن را میکنند، اما هنگامی ثبت این قسمت فیلم هیچ باران نمیبارید. از این رو تایگران را لازم آمد در میدان ثبت با استفاده از واسطه های گوناگون باران سنعی را تشکیل نمایند. آبی خنک دریا در شب سرد کار هنرمندان را به مراتب مشکل مینمود، لیکن آنها توانستند از عهدهاش با سربلندی برآیند. از دریای خنک آب میگرفتند و یعنی که اون موتور میکشید آب، بعد همونا بورون کرده با سری ما میچوشیدند. یکم با چوشیدن خنو خوردیم، همین دور اومدیم دوری اوتوبوس نو چیکردیم که کارگردان گفت دوبل خای بر اومدیم، گفتیم بچو بیا همین گرمی کتی بیا یا بر دیگه از این طرف بیماری عذاب داده است، خای گفتیم بیا یا بر دیگه شب است. بر اومدیم یک بار دیگر با بورون چوشیدن دور اومدیم، این دفعه همین خیلی لباسو در تنه چسبیده است که ای خنکی تنه کو استخوانو درد میکند. گرچند دوامناکی صحنه مذکور در فیلم خیلی کم است، اما ثبت آن تا نیم شب ادامه یافت. این همه دلیل آن بود که بچه ها با ذوق کار میکردند و حتی خواب و خوراک را از خاطر برآورده بودند، زیرا چنین صحنه ها را نه در همه فیلم های تایگران ما میتوان مشاهده کرد. نوار برداری این قسمت فیلم در لبی دریای قراتاغ صورت گرفت. ثبت یکی از صحنه های دیگر فیلم هم انیقترش صحنه بازار سری را در یکی از منظره های زیبا منظر قراتاغ جریان گرفت. برای این تیاگران مکان موفق را انتخاب نموده با استفاده از میوه و سبزوات و نان و قروت های بوتافوری یک بازار سری راهی خوبه را تشکیل کردند. در فرق از بعضی قسمت های فیلم این صحنه در یک دوبل ثبت شد.
در رفت تماشای نوفریده همه ما شاهد باز یک صحنه مروغ‌انگیز می‌شویم. معنی‌ترش صحنه آدمانی وحشی. اصلا این قسمت فیلم در سناریا نبود، اما در جریان نوربرداری کارگردان به خلاصه آمد که برای فکر بیننده را از ماجراهای داخلی автобус به دیگر سمت جلب کردن آن را ثبت نماید. صحنه اصلا خوب قهرمانی نیسا محمدجانوا است که در آن آدمانی وحشی بوزیچه‌اش را به قتل رسانیدنی‌اند و او از پشت بوزیچه تا به غار می‌آید. اما در اصل در آمدگاه غار و درون آن را در علاهیدگی ثبت نمودند، یعنی برای به موضوع و سال رویداد واقعی مطابق نمودن غار با استفاده از آتش دهان آن را رنگ و بار کردند. داخل غار باشد در یکی از کوهپاره‌های قره‌طاق ثبت شد. رسام تهیه‌گر فیلم دلیر محتاجوف با استفاده از رکویزیت و دیگر اشیای لازمه میدان نوربرداری را تا شروع کار آماده نمود. به لحظه به کار ایشان توجه میکنیم. زمانی که گروهی تشکیلی از پای ساختی دکوراسیا بود، به هنرمندان عمل و حرکت آدمانی وحشی را نفر مخصوص می‌آموزانید. در پیدا نمودن این مکان است تایگران زیاد سرگردان شدند. انتخاب موضوع را علاکه کرده بودیم و این قریب که اخیر وای اومده بود با نزدیکی به فیلم گیری، بعدن تیز ما همون یک دو روز دیگه مونده بود که برای کوفتن همون غور مخصوص رویم. ما اونجا چند جا طرفی ورزوب رفتیم، اونجا مخکول نشد غور. بعد گفتن که در طرف قره‌طاق هست، اونجا رفتیم که خوشبختانه اونجا پیدا کردیم. هرچند که غور ما یک طرف کشده بود و یک طرف غور بود، این طرف ماشین ها می رفتن، خیلی راه ماشین گرد بود. بعد نوربردار عبدالکریم گفتن که بیا این چیزور میشیم شب شبونه رو، وقتی که این طرف هم تاریک میشود، یعنی که این غور غوری حقانی میشود. میان اشتراکچیان این صحنه زیر نقاب آدمانی وحشی سیمای دو هنرمند نقشای مرکزی فیلم زرین خوشوقت و امیدی سلطان مراد پنهان است. نقش آفری آنها در این صحنه تماما تصادفی بود. امیدی سلطان مراد را در میدان ثبت سر و لباس مخصوص آدمانی وحشی به خود جلب نمود و هنرپیشه قرار داد آنها را به تن نموده یک دو عکس بگیرد. لباسی پوشیدم که یکی عبدالحی زاکیرف مرا دید، به گفت امید تو مستی بازی میکنی؟ ای اکاد نه، من چی من میرم دوشنبه خو من روز کاری نیستم. که مویا گفتن که دایرکتور فیلم گفت که شما روزی کاری ندارین، سبت شما تمام راه. نه تامیا پوشیدی تو بازی میکنی؟ گفتم اخی بعد یکی من داوجا معلوم نمیشم که دادوری. نه گفت ما کاری میکنیم که تو بجا معلوم نشه. نمیدونم که ولی من فیلمو با پورگی خودم ندیدم، لیکن نمیدونم که من داوجا منم میشناخته باشن یا نه. خلاص داوجا خیلی رنگ و بور کردن، رنگ و بوری که یک پردازگری حرفه‌ای اونجا اومدگی بود برادر عزیز ما وهاب جون، اما یک خیلی رنگ و بوری کرد که من داوینه خودم نشناختم. زرین خوشوقت ورانیز در نقاب زنی وحشی شناختن چندان آسان نیست. در نقش دختری او باشد یکی از ساکنان دهه قره‌طاق را جلب نمودن. موافق خط سوژه وقتی که بالون автобус میپرد، راننده از عهده اداره آن برآمده автобус را به صدمه دچار می نماید.
اما ساختن این صحنه برای تایگران خیلی مشکل افتاد. در نتیجه آنها به خلاصه آمدند که بیرون شدن افتوبوس را از راه به واسطه کامپیوتر تصویر نمایند. ولی ادامه این نوار را میبایست که اصلا یعنی طبیعی ثبت کنند. تا کدام اندازه فیلم آفران توانستند در ثبت این صحنه موفق شوند و رفت نوار برداری آن چگونه جریان میگرفت؟ علاوتاً در ادامه برنامه ما از عشق ناگهانی نفر با مولانا نجم‌الدین و هم قصه خواهیم کرد. این نفر کی بود و هنرپیشه چی برخورد نشان داد؟ در ساخت این صحنه تایگران امکان نداشتند که افتوبوسی امانت گرفتهشان را به صدمه دچار نمایند. علاوه‌تن بودجه فیلم هم به این توکل کاری اجازت نمیداد. از این رو به سر مسئولین هیله عجیبه پیش آمد. آنها با مقامات اجرایی حکومت دولتی نویه فرخو برای ثبت این صحنه انیقترش پیدا کردن کران باربرداری مراجعه نمودند. تصور کنید که در همه منطقه دوردست یک کرانی که از سال 50 چند ماندگی بوده است بخاطر فیلم افتوبوس و که مو یک هفته پیشتر اونو رو آگاه کرده بودیم اونو شروع کردن یک هفته قبل از همون روزی که ما زنگ زده و مکتوب مراجعه کردیم اونو همون کرانه از همون گویم که ویرانه برآوردن و تعمیر کردن برای فیلم ما رو اندازیش میگن که توکل نر بود اندیشه موده. ما پیشانه زید که اندیشه کنیم که افتوبوس نو که گوییم که امانت گرفته شده است تا با یک کرانی که بازمانده از سال 57 است اونا برداریم خدای نکرده یکم فلوکتی روی دید ما گفتیم که توکل میکنیم. اشتراک در این فیلم برای مولانا نجم‌الدین و نیز خاطراتی خیلی زیاد دارد. در رفت نوار برداری فیلم پسر بچه با او دل بست و این مهر و محبت تا کنون با گذره یک سال از دل هر دو بیرون نرفته است. این نفر پسر کارگردان فیلم احمد جان است که برای اجرای نقش فرزند لولیزن از جانب گروهی تشکیلی انتخاب شده بود. اینقدر با ناتاشا یعنی که مولانا دل داده بود که وقتی سیامکا میشد گریه میکرد که من در بلی لولیزن نمیشینم در بری زرین خوش وقت ها مرا در بری نتشا شینو نیده یعنی که اینقدر یعنی که نمیدونم چی یک حسیات پیدا شد با اون ابرازی نتشا که از نتشا دوری نمیکن اما وقت در با یعنی که با نتشا بود هر جا که نتشا میرفت از پشتش بود خیلی عشق پاک داشت و فکر میکنم که در طول عمری که تا به امروز خداوند با من عطا کرده است یعنی مهر و محبت پاک مردانه رشک پاک مردانه من در همون نفر دیدم من نظارت میکردم آمادگی بر تیاری بر فیلم گیری بود و دیدم که اونجا رفت و یک چند گل های تر و تازه چین آمد و داخل افتوبوس در آمد و اون جیازهایی که نتاشا یعنی که اون کارزینا و دیگر بودن و اومد داخل همون سبد گذاشت گلها رو و من این همه یعنی دیدم بعد رفتم اون مولانا گفتم مولانا ببین چی کار کرد گفت چی گفتم را برو رفت سبد ببین رفت سبد دید گلها هم خود چشمش پوری آب شده همین قدر یک دستگلی زیبا خودش آرایش داده آور توفه کرد آغوشش گرفتم بوسه کردم من گفتم احمد جان این گلی که دادی تا آخری عمرم من اینا یک تا آلبوم دارم در اون همو آلبوم هم میگذارم میسته اما نه همیشه در رفتی کار وقت چونین خوب و خوش میگذشت سبتی فیلمی که کلی بیننده ها رو به خنده وادار میسازد برای خودی کارگردان با فاجعه انجام یافت در رفتی نوار برداری آن عبدالحی زاکیروف با امری تقدیر برادرش رو از دست داد و کار برای چند وقت با تاخیر افتاد تمام کارمندان فیلم تیم افتوبوس جمع اومدیم و گفتیم که یک دو رفتیم نزدش و گفتیم عبدالحی جان با اونی که تو در خانه میشینی و برادرش هم مدت طولانی بیمارم بود در خانه مینشینی و دو دووی میکنی دیوارو تروشونیده نمیتوانند و برادرت هم دیگر تروشونیده نمیتوانند اینقدر ارج گذاشتی براش خوب دیگر چیکار کنیم نمیشود که به جای یک کس گور درآید میدونی یک کس که رفت یعنی جای همون است و کسی اگر میشد که به جای یک کس ما گور درآییم چندین مادرها به جای فرزندانشان گور میدرآمدند بدبختانه
و خیلی متقاعدش کردیم. توصیه دادن که عبدالحی از اینه که شما میشینید باز غمگین میشود و با اینقدر مثال یعنی که درد دوچند میشود خوب است که برایید یعنی که باز کار رو دوام تیم خوبتر است. ثبت فیلم افتوبوس برای نوار برداری آن عبدالکریم اوراقوف نیز خیلی مشکل افتاد. بعضی صحنه های بودند که او در آنها بدون سغورته بخطری نوار برداری می نمود. نوار برداری فیلم در مجموع زیاده از 40 روز ادامه یافت و آخر ماه اپریل سال 2019 پورا جمع بس کردید. پس از این 6 ماه روند تنظیم و بند و بست آن طول کشید. اما بنابر سبب پاندمی نخست نمایش آن به تاخیر افتاد. در این فرصت فیلم مذکور توانست با چندین کینو فستیوال های جهانی راه یابد که کینو فستیوال بین المللی قزان از زمره آنهاست. باعث سرفرازی و افتخار کل سینماگران تاجیک است که فیلم افتابوس سنه 9 سپتامبر در 16مین مراسم جایزه سپاری کینو فستیوال میان 52 فیلم از 63 کشور دنیا پیشنهاد شده سازوار دیپلم درجه اول برای معاشرت فرهنگی گردید. واقعا زحمت و تلاش و شب زنده داری های کل تهیه‌گران نتیجه داد و آنها توانستند شهد موفقیت را بچشند و از محصول کارشان لذت برند. امینم که این نقطه نهایی نخواهد بود و پروازهای از این هم بلندتر این گروهی فیلم را در آینده انتظار است. فیلم هنری افتابوس در تاریخ کینوی تاجیک صحیفه نو را باز نمود. یعنی با دیدن آن در ذهن هر یک نفر امید به فردای باز هم درخشان سینمای ملی بیدار میگردد. کلی آن نفرانی که از اول تا آخر ما را همراهی کردند و شاهد نوار برداری فیلم شدند در واقع درک نمودند که کار دست جمعی لذت و نتیجه دیگر داشته است. همیشه دوستدار کینوی تاجیک و دستگیری به فیلم افران وطنی باشد. اینجا تنها تا نزدیکترین دیدار با شما خیر خوش میکنیم. سربلند باشید.